سلام آرزو هستم، سالگری آرزو. امروز هم رسیدم خدمتتون با یک فال زردچوبه برای همه عزیزایی که در هر جای کره خاکی که زندگی میکنید، انشاءالله که بهترین ها براتون نقش ببنده، بهترین ها براتون اتفاق بیفته، تک تکتون جواب نیتاتون رو انشاءالله بگیرین. و منم آرزویش بهترین ها رو براتون دارم، از رزق و روزی و برکت گرفته تا آسایش و آرامش و امنیت داشته باشیم هممون انشاءالله، تک تک اون به خواسته های دلیمون یا هر کسی که دلمون میخواد و درش خیریتی هست، اتفاقاتی که توش خیر باشه، انشاءالله پشیمونی نداشته باشه، به زودی برامون رخ بده و برای هممون اتفاق بیفته. الهی آمین. لطفا انرژی مثبت رو به بنده انتقال بدین، انرژی مثبت رو از این فضا دریافت کنین تا با هم دیگه فال فوق العاده قشنگ و جذاب که یه عالمه اخبار توشه با هم دیگه شروع کنیم. بسم الله. فال زردچوبه، اگه جواب نیتاتون گرفتین و خوشتون اومد، میتونی به فالهای قبلی زردچوبه مراجعه کنی و فالهای قبلی رو ببین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو مثل همیشه با نام خدای مهربونمون فالمون رو شروع میکنیم. خانم آقایونی که تو پروسه یا توی گراهی دارین تیل میکنی یا ذهنتون در یه گراه پولی مالی هستش، حالا برای گرفتن یه پولی، برای دریافت پولی، مشکل ببین راهی که براتون روشن افتاده، بس یه بروبیای مالی داری میکنی، از جایی باید پولی بگیرین، از کسی باید پولی بگیرین، دارین یه بروبیایی میکنین تا مالی به دستتون برسه، ذهنتون شدیدن درگیر هستش، این راه روشن و پولهایی که دستتون رو یا پولی که دستتون رو میگیره خیلی دور از دسته نیست. تا چهار وعده آینده، دوستانی که تو راه دلی و احساسشون به هم یا بستگی وجود داره یا به هم خورده قطع ارتباطی هست، تا چهار وعده نزدیک صحبت دارم میکنم، به زودی راههای بسته، راههای بسته باز و گشایش براتون افتاده، رقم پول افتاده 12 یا لمه صفر دارم میبینم، حالا نمیدونم 12 با تعدادی صفر یا 1,212,000، انشالله هرچه صفرش بیشتر باشه به سودی به دستتون میرسه. از شماره تلفنی که توی 0,1,9,7 هستش و بازم صفر براتون افتاده خبر براتون دارم میبینم، انشالله که خوشخبر باشه. زنگوله روشن تا سه وعده آینده زنگوله از سوعدی، یعنی که یا خبر خوش دارین یا زنگوله از ازدواج و محرمه روشن، ببینید چه زنگوله روشن و خبر خوش. پس تا سه وعده آینده منتظر یک خواستگاری، ازدواج، محرمیت یا اتفاق خوب، خبر خوش، انشاءالله که به داخل زندگیتون خبری به گوشتون خواهد رسید. و تو شش وعده آینده یک مشکلی از مشکلات شما قطعا، ببینید مشکلی که پشت سر میذاری روبروتون روشنایی دارم میبینم، تا وعده شش به من داره میده، شاید شش وعده از درگیری یک مسئله و مشکل هستین یا تا شش وعده نزدیک صحبت میکنه یه مشکل پشت سر میذاری و اتفاق قشنگ و روشنی که در روبروتون خواهد بود. دوزدکی مرتبط توی راه احساسی داری یا یواشکی یا پنهانی دارین پیگیری میکنین، کسی رو دوست دارین برای محرمیت، ازدواج درگیرشین، فکرتون درگیره یا پنهانی دارین، حالا دیدین از دور پیگیری کسی بودن، حالا میتونه از کانال مجازی باشه، دورا دور پیگیری کسی باشین، پیگیرتون هستن برای یک ازدواج، برای خواستگاری به این ازدواج و محرمیت سر میگیره. راه احساسی و دلی که به نتیجه میرسه، کسی که ببینید یواشکی دزدکی پنهانی داره شما رو رصد میکنه یا شما پیگیر کسی هستین، مهر روشنیه که براتون قطعا خواهد خورد. برای همه عزیزای دل، کسایی که دارین تو کانال فالگرده فال عضو کانال هستی و دارین فال ملاحظه میکنی، یه خوش شانسی به زودی در انتظار شماست. پس به زودی منتظر یک اتفاق قشنگ، یک شانس میاد در خونتون، فقط اینو در رو به گوش باز بکنی، یه اتفاق قشنگی در راه دارین انشاءالله. بریم برای برگردوندن. الهی با امید تو، واقعا الهی با امید تو با این زردچوبه برگردوندن داستانیه. خب اما بیا ببینیم چی میخواد توی فال زردچوبه بهمون بگه. یه تکنیت انگشتی هم میخوام براتون انجام بدم. خب خانمی آقایونی که ذهنتون درگیر شخصی هستش، کسی بهتون گفته یه حرکت مثبت، که قدم مثبت براتون برمیداره، فکرتون شدیدن درگیر، ذهنتون شدیدن درگیر، مرتبط با یک حالا
یک قرار، یک حرکت، یک ملاقات. ببینیم کروات هم دارم میبینم، میتونه مهر باشه، میتونه قرار باشه برای ثبت، برای یک سند، برای یک ازدواج، برای یک محرمیت، برای یک قرارداد، برای استخدام، برای یک معامله خرید و فروش، یا برای یک قرار و ملاقات کاملا رسمی، مثل که با یک شخص خاصی ملاقات رسمی باید داشته باشیم. فکرتون خیلی درگیر هستش، روشن افتاده، نگران نباشین، قضیتون حل و فصل خواهد شد. نگرانیتون بیمورد دارم میبینم، ابر براتون افتاده، رزق و روزی انشالله به دستتون میرسه، مال به دستتون میرسه، و یه راه روشن رو براتون دارم میبینم پیش رو داری، یا برای یک راه روشن داری قدم برمیداری، یا راهی که داری توش قدم برمیداری نتیجه میده، مسیری که براتون روشن دارم میبینم. حالا میخواین تو هر مسیر رو راهی که قدم برداری، برای کاریه، برای تحصیله، برای مسافرته، برای یه حرکت اجتماعی میخواین انجام بدی، یه کار نمیدونم، برای کاری، بر هر چه که میخواین راه براتون روشن و هموار دارم میبینم. انشالله الهی آمین، انشالله که تک تکتون به خواسته های دلتون برسید. تصاویر رو ببینید چقدر زیبا قشنگ براتون نقش بسته. خب ببینیم از یک بحث بگو مگو صحبت بکنیم، ببینیم که چه خبری. کنتاکت که بحث بگو مگو افتاده بین خانم و آقایی دارم میبینم، و خانمی که روی سرت مهر خورده، حالا بیوه یا مطلقه هستین، پشت میکنی یا بر میخوری یا قهر کردی یا پشت کردی، تا یک بحث رو بگو مگو با شخصی که بهش احساس داری، دوستش داری، راه دلیت بسته است، پشت کردن شما رو به آقایی دارم میبینم. این آقا بر تو اسم فامیلیش حرف ای داشته باشه، داشته باشه، قهر، عشق داری میریزه، غمگین، یه چیزی بهت گفته، بهت برخورد یا حرکتی کرد که غمگینت کرد، بارایشون هر کسی که هستن، خانمی که گذشته دار هستی، عشق داری میریزه، غم تبدیل به شادی خواهد شد. روبرویتون برای خانمه گذشته دار یه راه احساسی مشترک دارم میبینم، به زودی یک ازدواج، یک محرمیت برای گذشته دارها، خانم هایی که غمگین هستین، راه احساسی براتون افتاده. انشالله یک چاقوی روشن، جراحی خانم آقا فرق نمی کنه، چاقوی روشن میتونه از یک عمل زیبایی باشه، عمل درمانی باشه، راه درمانی، برشی که به روشنایی میخوره. این برش میتونه حتی زایمان ها رو هم نشان بده، مثل سزارین، مثل یک عملی که توش برش خورده میشه، از چاقو یا برشی انجام میشه، یا جراحی زیبایی، یا نمیدونم درمانی، هر چیزش روشن براتون افتاده. تا سه وعده آینده گشایش براتون دارم میبینم، راهی که براتون باز میشه، یک گشایشی که براتون رو خواهد داد، لبخندی که روی لبتون خواهد نشست، مرتبط به هر مسئله که به تعویق میافتاده، موضوعی که هی عقب میافتاده یا نمیشد یا جور نمیشد یا به هم میخواد یا برای هر ترتیب بوده، لبخند روی لباتون میشینه. انشالله ماهیت شخصی براتون به زودی رو خواهد شد، مرتبط با یک قضیه که بهتون قول و وعده این زندگی مشترک یا همکاری، بهتون قول همکاری داده یا بهتون قول داده باهاتون همراه، هم پیمان، هم عهد بشه، همراه بشه باهاتون، هم مسیر بشه، با هم دیگه یک راهی رو طی بکنین، مثل ازدواج، زندگی مشترک، اینا همه رو میتونه معنی بده. دست شخصی که به زودی براتون رو خواهد شد که ایشون پا پیش نخواهد گذاشت و باهاتون همکاری رو نخواهد داشت، داره بهتون دروغ میگه یا داره حالا بنا به هر دلیلی باهاتون همراهی شما نمیبینم، راهی که با ایشون همسوی و همراه نخواهین شد. خانوم ها و آقایون دیدار و ملاقات براتون افتاده، مرتبط به یک قرارداد یا یک ثبت یا یک سند، یک مهر روشن. تا چهار وعده آینده خانوم و آقای میتونه ازدواج رو معنی بده، میتونه محرمیت رو معنی بده، میتونه برای یک ثبت و سند، یک قرارداد، یک هر چی که کاری باشه، نمیتونم برای خونه باشه، هر چی هست، برای یک مهری که باید خورده بشه، یا آقایی با خانمی ملاقات میکنی یا خانمی با آقایی. فقط من قیافه این آقا رو یه سر همچین جوری دارم میبینم، یه خود حواستون لطفا جمع بکنی، زود اعتماد نکنی، خیلی هم داری تلاش میکنی، خانمی که با آقایی میخوای قرار بذاری، خیلی هم داری تلاش میکنی، تلاشت هم مثبت دارم میبینم، ولی متاسفانه آقا رو یه جوری دارم میبینم. حواستو جمع کن، یا هشدار داریم رو محتاطانه قدم بردار، مرتبط با این ملاقاتی که داری انجام میدی، مرتبط یه راه احساسی دلی براتون، یه مثل بستنی افتاده، یه راه دلی که شادی توش داره، بستنی آدم حس خوب دریافت میکنه میخوره، پس میتونه تو تابستون باشه، معنی این رو داره به هم بوده، ازدواج، یک محرمیت، و یا این که میتونه به هم بگه یه حس حال خوبی به سوتی بهتون دست بده، اتفاق قشنگ و خوشایند. دوستانی که پیگیری یک قضیه یه سند هستن و تو اسم فامیلتون، مثل اکبر، عرف که به ری، حالا تو اسمتون، تو فامیلتون این حروف هستش، اکبر هستش، تا چهار وعده آینده قضیه براتون، حالا ببینیم مثل
روشن افتاده دیگه اکبر. و البته که مثل سند اگه اشتباه نکنم کار سندی نمیدونم یه روشنایی اتفاق قشنگ اتفاق خوب براتون رخ میده. حالا گیره مشکل سندی دارین، درگیری که قضیه سندی هستین، نمیدونم تبادل سندی میخواد انجام بشه، هر چه که هستش اکبر براتون روش افتاده. سند ازدواج رو هم حتی میتونه معنی بده، ثبت و سند رو هم میتونه، کار قانونی مشکل قانونی رو هم میتونه معنی بهمون بده. خانومی رو دارم میبینم که خانوم ها اینجوری بزنیم بهتون بگم، خانوم هایی که آقایی بهتون پشت میکنه، ببین آقایی که یه روش این ولی یه روش به سمت شما، وقتی روبروی شما هستش با شما داره صحبت میکنه، شما حس خوب داری، ایشون حس خوب داره، ولی پشت سرتون یه کاری داره میکنه، خیلی باهاتون صادق نیست. دماغش رو ببینید، پشت سر وقتی پشت بهتون میکنه در خفا و پنهانی داری حرکتی انجام میده و به زودی هم دستش براتون رو میشه. با هر کسی که الان ارتباط دارین، همکارین، برادرتون، شوهرتون، شخص احساسیتون، هر کسی که این آقا هستن، پدرتون، هر کی این آقا هستن باهاش ارتباط داری، روبروتون باهاتون خوبه، خیلی ظاهر آروم داری قشنگ هم صحبت میکنی، ولی وقتی بهتون پشت میکنه چیزی رو ازتون داره مخفی میکنه یا در خفا داره حرکتی رو انجام میده. اگه منتظر یک خبر هستین، خانم یا آقایی که چشم انتظار یک خبر هستین برای یک حرکت، برای یک اقدام، برای یک کاری، این خبر، این زنگوله، این خبر به گوشتون میرسه و شما حرکت یا اقدامی رو انجام میدین، تنها هم انجام نمیدین، چون با نفراتی دارین صحبت میکنین یا دارین با افرادی هم فکری میکنین برای حرکت و اقدام، منتظر یه زنگی یکی خبر بهتون بده تا شما یا حرکت رو انجام بدین. با شخصی یا اشخاصی دارین صحبت میکنین یا دارین مشورت میکنین، شور میگیرین و بعدش اقدام میکنین و راهی که براتون روشن افتاده. تا 6 وعده آینده پولی به دستتون میرسه یا مبلغ پولی به عدد 6 به دستتون قطعا خواهد رسید. دیدار و ملاقات افتاده، آقایی که نمیذاره فرزندی با مادر، مادر و فرزندی دیدار و ملاقاتی رو انجام بدن، یک آقایی که نگاه کنی نمیخواد این ارتباط سر بگیری یا نمیذاره یا نمیشه، ببین بینتون قرار گرفته، این آقایی که تقریبا میان سال به بالا دارم میبینم، نمیذاره شما مادر و فرزندی همدیگر رو ببینید، این دیدار و ملاقات شکل خواهد گرفت. یا اگر داره مانع میکنه، ببین مانع میشه، چشمش به این خانمه میذاره، یه تایمی ممکنه مخالفت کنه، ممانعت کنه، نذاره شما همدیگر رو ببینی، برای هر دلیلی هست بینتون فاصله افتاده، بینتون نمیذاره شما همدیگر رو ببینی، ولی دوباره دیدار و ملاقات افتاده، طاقت نمیاره، ارتباطتون شکل خواهد گرفت. دوستانی که سردرگمی بلا تکلیفی سر یک دوراهی یا سر یک انتخاب هنوز موندین و خصوصا دوستانی که تو اسم و فامیلتون حرف میم یا حرف جیم دارین، یا دوستانی که میم دارین و دوستانی که حرف جیم دارین، سردرگم بلا تکلیف هستین، دارین تصمیمی که دارین میگیرین برای خروجه، برای بیرون رفتنه، برای افتادن بیرونه، برای بیرون رفتن، یعنی که برای اینکه دایره زندگی رو ترک کنین، برای کاری، برای ازدواج، برای تحصیل، برای هر حرکت مثبتی که میخواین انجام بدین، ولی الان شک و تردید دارین یا دو دل هستین، از این شک و تردید بیرون میایین تا 6 وعده آینده، یعنی وضعیت خودتون رو مشخص میکنین، خصوصا اگر اون ور جایی که دارین میرین اگر کسی هم منتظرتون هست یا دارین میرین با کسی همکاری کنین، ازدواج کنین، کاری انجام بدین، یا برای به هر طریقی که دارین برای تحصیل هر جایی که دارین میرین، ممکنه با شخصی هم بخواید ملاقاتی داشته باشه که تو اسم و فامیلش حرف یه داره، تو اسم یا فامیلش حرف یه داره، تا 6 وعده آینده وضعیتتون مشخص میشه که چه کار میخوای بکنی. یعنی از این سردرگمی یا بلا تکلیفی بیرون اومدن براتون دارم میبینم، سرتون دارم پایین دارم میبینم، غمگین هستین، سرتون رو پایین انداختین و ببینید چهرهتون رو انگار دلی در جایی دارین میبینید، ولی روبروتون خودتون رو پیر میبینید. حالا مثل تو آینه نگاه بکنی خودتونو پیر، یا مثل آدمایی که احساس پیری میکنن یا احساس پیری زودرس داری میکنن، یه مشکلی که انگار احساس میکنی تو حالت رکود هستی یا انگار که حال احوال میزونی ندارین، شکسته شدنتون یا زودتر از اون سنتون، خودتون پیرتر از سنتون داری خودتون رو نشون داره میده، یه همچین حالتی رو دارم براتون میبینم. هر چیزی که باعث همچین حالتی در شما شده که رو به روی خودتون انگار در آینه، یعنی خودتون پیرتر از اون چیزی که دارین میبینی، زیر پاتون پای روشن افتاده، کسی قدم براتون برمیداره تا شما رو از یک حالت ناراحتی،
غم، کسالت، رخوت، سستی یا همون حس حالی که انگار که دیگه حس حال ازتون گرفته و حتی احساس میکنید که خیلی سن و سالتون نسبت به سن و سالتون خیلی انگار افتاده تر هستی، پای روشنی که توی زندگیتون دارم براتون میبینم و شما را از این وضعیت بیرون خواهد آورد. حواستون رو جمع کنید، به ماهیت شخصی پی میبرین که دائما داره رنگ عوض میکنه، تغییر وضعیت داره میده، اصلا قابل شناسایی نیست، اما نمیدونه حالش خوبه حالش بده. یعنی هر لحظه دمدمی مزاج یا رنگ عوض کردن یا دورو بودن یا چند رو بودن یا شخصیتی که اصلا نمیدونین قابل شناسایی نیست، الان برخورد من با این آدم باید چجوری بشه یا الان ببینمش چه واکنش نسبت به من نشون میده، یه همچین شخصیتی رو دارم ببینم به دیواره زندگیتون یا باش در ارتباط، این یه همچین کسی به زندگیتون ممکنه ورود بکنه، باش ارتباط برقرار کنین. یه خود حواستون رو جمع کنین، اگر گره دارین یا گیر دارین توی زندگی، تو رابطه، تو کارتون، تو مسیری که دارین حرکت میکنین، تا 10 روز آینده این گیر و گرفتاری شما هر خواهد شد. دوستانی که تو اسم فامیلتون دو بار اسم میم تکرار شده و حتی میتونه دوستانی که حتی اسم سین سه سرندونه دارین قلب براتون افتاده، ورود به یک رابطه احساسی، یک رابطه دلی، یک رابطه احساسی، نامزدی، ازدواج، محرمیت یا تو دل زندگیتون یه اتفاق قشنگ بخونه. این دوستانی که دارم میگم دو بار میم دارین و حتی دوستانی که حرف سین دارین، حتی دوستانی که اسم تو اسم فامیلتون حرف عین دارین، الان دل شکسته هستین یا غمگین هستین یا غمگینین یا ممکنه مشکلی توی زندگی تو داشته باشین، از این وضعیت خروج و یک دل قشنگ و روشن براتون دارم میدارم. حالا میتونه دوستی و احساسی و دلی و زندگیتون سر سامو بگیره، میتونه از این دل شکستگی بیرون بیاین و دلتون شاد بشه، هر چیزی که باعث به هم خوردن اوضاع و احوال دلیتون شده، دلتون شکونده، قلبتون شکونده، ناراحتتون کرده، از این وضعیت خروج افتاده. دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف جیم دارین، حرف میم دارین، حرف جیم میم ره دارین براتون، اگر چتر حمایتی هستی خودتون حمایت دارین کسی رو میکنین یا چه یه چتر حمایت به سمتتون دارین، الان این چتر حمایت کسیه که دارین شما رو حمایت بکنه از نظر کاری، مالی، فکری، از هر نظر میتونه ایشون حمایتتون کنه. دوستانی که تو دیواره زندگیتون پسری ذهنتون رو درگیر کرده، حالا بچه‌تون، پسرتون، فرزندتون، با آقا پسری ارتباط دارین و حالا میتونه حتی یک آقایی باشه که ذهنش درگیر یک پسر هست، پسری که برای روشن ببینم، یعنی هر گیر و مشکلی که مرتبط به یک آقا پسر، یک پسر یا پسر بچه داری مشکلت حل میشه، یا بچه پسر، فرزند پسر داری مشکلت حل میشه، شاید هم تو بارداریت مشکل داری، برای بارداری برای فرزند پسر برات افتاده، رو دیواره زندگی پررنگ برای نقش بسته. اگر وضعیت خونه و خانواده یا سقف کاریتون یا سقف خونتون به مشکل خورده یا درگیر یک سری مسائل و مشکلاتی شدین، این قول رو بهتون میدم تا 26 روز آینده یکی از مشکلاتتون یا اصلا کلا یه مشکل برطرف شه یا یکی از مشکلات تون هر خواهجاتان درگیر کاری از زیر سقف کاریتون به مشکل خوردین، زیر سقف خونتون به مشکلی خوردین، مشکلتون مرتفع خواهد شد. از کسی که رفته درکتون کرده، رفته اصلا روش رو اونوری من دارم ببینم، روش به سمت کسی دیگه، اصلا نگاهتون نمی کنی یا بسید توجه نمی کنی یا توجهی داره بهتون میکنه، حالا به اصطلاح خودتون الان میگی نمیدونم بلاکم کرده یا اصلا مسدود کرده یا اصلا نمیخواد با من ارتباط داشته باشه یا اصلا بهتون پشت کرده رفته، توجهی بهتون نمی کنه یا ازتون فاصله گرفته، تو 4 وعده یا اینده از طرفش خبر، زنگ، تماس براتون افتاده. دوستانی که تو اسم فامیلتون مثل حسنی ه-س-ن-ی یا حسنی یا حسینی هست تو اسم فامیلتون، هر اتفاقی که قرار براتون بیفته تو 4 وعده آینده باید یه اتفاق قشنگ براتون رخ بده. ترازو براتون افتاده، راه دادگاهی و تکلیف یک سند تو کانال قانون و راه دادگاهی براتون مشخص خواهد شد. هیچ وعده‌ای نداده ولی چون کنارش مهر افتاده مثل جدایی میمونه.
یا یه مشکل قانونی، مشکل مهر، یه مهر سندی، وضعیتی سندی به حال مشخص میشه. من اینو تفسیر به جدایی دارم میکنم، اگه دوستانی که میخواین جدا بشین، یه دعوای، یه بحثی به گمگو، یه مشاجره باعث غمگین شدن، یا یک نزاع، یه دعوا باعث غمگین شدن یک آقا شده و آقایی که بهتون پشت کرده، حالا بین خانم و آقایی، با آقایی که الان غمگین دارم میبینم بهتون پشت کرده و غمگین ناراحت متعهد به هر موضوع یا هر مسئله ای که کسی باهاش دهنشو به کدری ببین، قیافه نمیتونم، چشماش تو چشم یعنی مشخصه، یا خیلی چشمای نمایانی داره، حرفی زدی یا دهنتو به کدری باز کردی و آقایی رو رنجوندین، آقایی یا خانمی آقایی رو رنجوندی، آقایی که از دستت الان ناراحته و بهت پشت میکنه، یا باعث این، یا این کار رو انجام بدی باعث پشت کردن آقایی به خودت خواهی شد. دوستانی که تسکو فامیلتون حرف میم ره یه میم مریم نام هستید یا اسمتون یا تو فامیلتون یا از مریم خبر دارین، یا برای مریم ها به دوستانی که تو اسم فامیلتون مریم هست یک خبر براتون دارم میبینم، خودتون به شخص خیلی وفاداری یا کسی به شما خیلی شخصیت وفاداری و پیگیرتونه، یعنی حتی اگر شما پشتم بهش بکنی، قهر بکنی، خصوصا خانم ها اگر قهر بکنی، آقای جوانی رو دارم میبینم که چشمش رو همه چیزا میبنده، چون بهتون احساس داره، دوستتون داره، بهتون وفاداره و دنبالتونه، پیگیرتونه، بهتون نمیکنه. الانم با هم دیگه در ارتباطی، حالا دوستی، محرمی، با هم دیگه در ارتباطی، خانمی که حتی اگر بهش قهر باش قهر بکنی بازم بکنه نخواهد بود، دوستت داره و پیگیرته. یه ماهی داره پیچ میخوره تا بالاخره به دستتون برسه، یه روزی، یه رزق، ولی یه مسیری رو داره طی میکنه تا به دستان شما برسه. حالا این چه پولیه، چه مالیه، مسیری رو باید طی کنه، راهی رو باید طی بکنه، یه پروسه اداریه، یه پروسه قانونیه، یه از یه چند مرحله باید گذر بکنه تا بالاخره به دستان شما خواهد رسید. خوشحالی بی‌وصف براتون افتاده بالا و پایین از یک قضیه‌ای که دارم براتون میبینم، مرتبط به یک چهار دیواری، تکلیفش مشخص میشه و ذوق میکنی. داره یک معامله است، یک خرید و فروش، تکلیف یک ملک، تکلیف یک زمین، تکلیف یک محل کار روشن خواهد شد به زودی تا دو وعده آینده به شما خوشحالیتون افتاده. انگار وضعیتش مشخص نیست. اگه قصد جابجایی دارین، حالا کار یا خونه یا برای تحصیل یا برای اقامت یا برای هر چیزی که بعد از یک سقف دیگه برین و الان شرایط گره افتاده یا به مشکل یا به مانع خوردی، تا شش وعده آینده ببینید، چهار و شش فقط هم افتاده، بین 4 تا 6، 4 روز تا 6 روز، 4 هفته تا 6 هفته دیگه، ما تا 4 ماه و 6 ماه دیگه صحبت نمی کنیم، ان شاءالله تا موقع نخواهد رسید. وضعیت این جابجا یا این نقل مکان به خونه دیگه، به خونه بخت، به خونه محل کسب و کار جدید، به خونه به دیگه توی کشور دیگه، شهر دیگه، تو وضعیتتون ان شاءالله که مشخص خواهد شد. اگه بچه مریض دارید، بچه‌ای که حالا تو رایجان شده که بلا از همه خونه و خانواده ها دور بشه، ولی یه فرزند احوال داره، حالا یه مشکلی داره، بیماری داره، کسالتی داره، من یه جراحی براش دارم میبرم، یا یک برش، یا یک ببین چاقو همیشه داره. یا بحث دارین سر جراحیش، یا بگو مگو دارین، یا سر یک نزاع، دعوا، درگیری، کارش ممکنه به یک بیمارستان و جراحی هم بکشه، یا کسالتی داره که باید حتما یک عملی رو انجام بده. نگران نباشین، روشن دارم میبینم نگرانیتون بیمارده. شخصی هم وسط دل زندگیتون، کسی که از ببینید به خاطر دهنکجی کردن با شما یا به خاطر اینکه با شما مخالفتش رو اعلام بکنه، دهنکجی داره میکنه بهتون، داره کاری میکنه که رابطتون یا زندگی یا کارتون رو قیچی داره میکنه، کات میکنه، به هم میزنه. پس حواستون جمع کنی کیه که باهاتون دشمنی داره، خانم یا آقایی که صورت نسبتا درشت و پلی هم براش دارم میبینم، کسی که از سر لجبازی، لجاجت، حسادت، دهنکجی داره بهتون میکنه و کسی که داره میاد باعث میشه تا کارتون یا رابطتون یا زندگیتون رو به هم بزنه. حواستون لطفا جمع باشه. سه تا مشکل شما کوچیک و بزرگ از زندگیتون بیرون میره، به ترتیب دارم میبینم، انشالله که اصلا مشکلی تو زندگی کسی وجود نداشته باشه. الهی آمین.
سفر براتون افتاده، ولی سفری که شما برای دیدار و ملاقات شخصی داری میری. ببینی خانم آقایی که با هم دیگه دیدار و ملاقات میکنی، حالا یا سراحی داری میشین برای یک سفر، یا اینکه تیه یک دیداری، یا اینکه حالا میتونی به صورت مجازی هم باشه، یکی در یک کشور دیگه هست داری به صورت مجازی باهاش در ارتباط هستین، این راه و سفر یا این سفری که داری میری برای دیدار و ملاقات کسی یا به صورت تلفنی مجازی با کسی در ارتباطی، یه رابطه‌ای که ببینی بینتون یه چیزی هست، یه وصلی بینتون دارم میبینم، حالا دوستی، محرمیت، ازدواج، هر چه که هست، تا 6 وعده آینده تکلیف شما رو این سفر یا این دیدار یا این ملاقات رو در روی مشخص میکنه. برای وصالتون دارم صحبت میکنم. اگه بخواید با هم دیگه به هم دیگه وصل بشین، میخواید با هم دیگه بپیوندین، میخواید با هم ازدواج بکنین، تا 6 وعده آینده وضعیتتون مشخص میشه. شاید اصلا یک سفری در پیش دارین برای مشخص کردن وضعیت تعهدتون یا محرمیت و ازدواجتون. تا 19 روز آینده، تا 19 روز آینده از دایره زندگی به دل خوش با موفقیت خروج میکنیم. این خروج شما برای هر چه که هست، برای یک قضیه روشن مثبت داری میدونی، 7 از موفقیت داری میاد، با موفقیت حالا داره، با موفقیت داری میدی برای تحصیل، برای کار، هر جایی هم داری میدی. خانمی رو غمگین و گریون دارم میبینم از این قضیه، حالا مادرتون، خانمی که سندار میان سال به بالا، غمگین، خواهر سندار داری، مادر سندار داری، از رفتن شما ناراحته، غمگینه، پس شما داری با موفقیت میری بیرون، برای تحصیل، برای کار، برای اقامت، برای مسافرت، برای رفتن تو خونه خودتون انشالله، اونایی که میخواین ازدواج بکنی. ولی من یه خانمی رو غمگین دارم میبینم، خانمی که نه اینکه از رفتنتون ناراحت رم بدری میری، نه، از فراغتون، از دوریتون غمگین خواهد شد، داره اشک میزی غم داره. و دیگه چیزی که براتون افتاده، تا 20 روز آینده یه وصال براتون افتاده، تا 20 روز آینده وصال، ارتباط شکل گرفتن یک رابطه وسط دیر زندگیتون، از این برای مثل یه دستگل میمونه، خواستگاری یا قرار و ملاقات یا یک اتفاق یا یک موفقیت وسط دیر زندگیتون، یا داریم برای خواستگاری میری یا خواستگاری میاد توی دیر زندگیتون، داره براتون میگم تا 20 روز آینده، از این برای گلیه کنیم مثل جارو میمونه، تا 20 روز آینده یک مراسم، یک مناسبت به شادی دارین تا 20 روز آینده، یا یک مناسبت مراسمی دارین که دارین آب جارو میکنی یا باید آب جارو بکنین تا 20 روز آینده، شاید یک مراسم مناسبتی توی خونتون دارین، پس از اون مثل دست گل بود، از موفقیتتون میگه یا از یه خواستگاری، رفت آمد یه خواستگاری، از این ور مثل یک مراسم جارو که انگار آب جارو باید بکنین برای یک مراسم یا یک مناسبت، حالا هر مناسبتی هست، کیستون رو سوراخ دارم میبینم، از این ور میاد، از اون ور میره، مالی که براتون نمیمونه، مثل مالی که انگار دووم نداره، دخل و خرجی که با هم همخونی نداری، یا افرادی هستین که از این ور پول میاد، از اون ور انگار چالش رو زودتر کندی تا خرجتون رو انجام بدین، یا خرج و مخارج با هم دیگه همخونی نداره، در قبال این کیسه سوراخ از این ور پولی که داره به دستتون میرسه، یه مال به دستتون میرسه و شما رو از یک تنگنا یا یک مضیقه مالی خلاصتون میکنه و نجاتتون میده، اگر دخل شاید یه کار دیگه است، شاید از جایی مالی بهتون میرسه، حالا هر چه که هست یک پول براتون افتاده، یه انگشتر به چه قشنگی که یه نگین قشنگ روش براتون دارم میبینم، پس یک ازدواج، یک محرمیت نشان کردن وسط دل زندگیتون برمیگرده به شخص شما، یا تو دل زندگیتون یه ازدواج در رخ میده، آقای قد و قامت کشیده تقریبا بلند دارم میبینم که به زندگیتون داره ورود میکنه، این آقا تو اسم و فامیلشون حرف یه دارن، حرف یه داره وارد یک رابطه، وارد یک زندگی خواستگاری، یا کسی که داره بزن برای همکاری، برای ورود به زندگیتون، هر کسی هستن به روشنایی دارن براتون قدم برمیدارن، زیر پاش عدد 4 افتاده تا 4 وعده آینده میاد، هر کسی که اصلا با اومدنش یا داره میاد مشکل شما رو حل کنه یا با اومدنش مشکلتون حل میشه، این کار مشکلتون اینه که ایشون ورود کنه، برای ورود این آدم مشکل دارین، نمیاد، یا اگه بیاد با اومدنش یه مشکل شما حل میشه. آقایی که قد و قامت تقریبا کشیده داره و حرف یه تو اسم و فامیلش براش دارم میبینم، دوستانی که تو اسم و فامیلش حرف ف، حرف ا، ای، اف، اف، ای دارین، زیر پاتون یه خبر خوشی دل افتاده، یه اتفاق دلی، یه خبر خوش احساسی، یه ازدواج، یک محرمیت، یا انشالله که به زودی دلتون شاد خواهد شد،
خصوصا افرادی که آقایونی که دستتون رو دراز کرده به سمت شخصی تا دارین ببینین که دستتون درازه برای حامل یک خبر هستین یا دارین چیزی رو به کسی میدین که باعث شادی کسی میشین یا یه خبر خوش از طرف یک آقایه یا آقایی چیزی رو به شما میده، حالا پول، حمایت یا چیزی رو باید به دستتون برسونه یا خبری رو به دستتون باید به گوشتون باید برسونه یا اخباری رو داره براتون میاره که باعث خوشحالی شما خواهد شد. حالا خانم یا آقایی که هستید، دوستانی که تو رابطه سوم هستید، یه خلل دارم تو رابطتون دارم ببینم یا کسی داره یه خللی تو رابطتون ایجاد میکنه، چون ببینید تو یه خنجر افتاده، خنجر ولی روشنه، یعنی یه جرابست دعوایی داره براتون داره به وجود میاد ولی جرابستی که تمام خواهد شد. برای یک سقف هم بحثا به کمک رو دارم ببینم، یا برای یک سقفی دعوا دارین، یا زیر سقفی دعوا دارین، یا مشکل برای یک سقف دارین، حالا این سقف میتونه ارث باشه، میراث باشه، نمیدونم خرید و فروش یک سقف هستش توش مشکل خوردین، در بحث و دعوا زیر سقف براتون افتاده که این کارتون رو به ترازو میکشونه و مشکلتون با ترازو با دادگاه قضیتون حل میشه. پولی که از کانال ترازو به دستتون میرسه، حالا بحث مالی دارین زیر سقف کاریتونه، برای خرید و فروش یک سقف و افرادی با هم که بحث دارین، دعوا دارین، ترازو پول، ترازو به شما پول میده، دادگاه به شما پول میده، قانون به شما پول میده، کارتون به دادگاه و قانونه. یه ماهی خوشگل هم داره به سمتتون میاد، ماهی که تو سه بعدی آینده، یه رزق یه روزی، ببینید فقط من سر ماهی رو دارم ببینم، تو سه بعدی آینده یعنی یه رزق یه روزی، مثل یه ماهی کوچیک، یه بخشی از یک پولی به دستتون میرسه. حالا یا پولتون از کسی پولی میخواین، قدر از پولتون رو بهتون میدن تو سه بعدی آینده، یا پولی به رقم سه که قدر از پول شما هستش، یا شما اصلا سهمتون از این ماهی، سهمتون از این رزق یه تیکه از این پوله، مثل یک تیک بخشی از اون، مثل ارث، مثل یه همچه چیزی، یا یه سهمی از یک ملک خونه، شراکتی مونه، مشارکتی با کسی کردی، اون پول سهم شما تو سه بعدی آینده به دستتون میرسه، اون چیزی که حق شما هستش به دستتون خواهد رسید. اینم از فالمون. و یه نفرم داره تو رابطه تو زندگیتون مداخله میکنه، خصوصا برای کسایی که ازدواج میخواییم بکنیم، به لباس عروسی که کدر میرم، دوستانی که گذشته دار هستیم، کسی که داره، آقایی که داره مشکل براتون ایجاد میکنه، آقایی که داره با مخالفت داره میکنه، آقایی که داره، ببینیم یه آقایی رو دارم میبینم که نمیخواد یه ازدواجی سر بکره، روبروتون شخصی که دارم میبینم خندان خوشحال از این ازدواج، خانم ها با آقایی که میخواین ازدواج کنیم، ولی روبروتون آقایی قرار گرفته که مخالفت داره میکنه، شما لباس عروس رو پشت میکنه، پشت کردیم به این آقا، ازدواجت رو سر میگیره، علیرغم که کسی داره مخالفت میکنه یا داره براتون مشکل ایجاد میکنه برای یک ازدواج، برای یک محرمیت، ولی این ازدواج سر خواهد گرفت. آقایی که روبروتون با شخصی که دارین ازدواج میکنین، شخصی که خیلی هم خوشحال از این ازدواج، خوشحالتون میکنه از یک ازدواج، ازدواجی که براتون خوشحالی افتاد. یه چیز دیگه بهتون میگم، اگه دنبال کارین یا پیگیری کاری هستین، سقف کاری افتاده و صندلی افتاده، اگه پیگیر کاری هستین یا برای کاری بروبیایی دارین میکنین، بهتون صبر میده و تو دو بعدی آینده نتیجهشو میگیرین، حالا یا تو کارتون یا پیگیر کاری یا دنبال کاری یا برای کاری دارین پیگیری میکنین، تو دو بعدی آینده ثمرش رو خواهید، شاید هم زیر سقف کارتون بروبیایی دارین میکنین که بهتون نتیجه خواهد داد. یه شخصی که حالا خانم یا آقایی که تو اسم و فامیل طرف هی جیمی داره به زندگیتون داره ورود میکنه، شخص دیگه که به زندگیتون داره ورود میکنه، حال دوستی، کاری، احساسی، ازدواجی، برای هر چه که هست، یکی هی جیمی دارم میبینم، یه دونه ب دارم میبینم، یه دونه دال دارم میبینم، تو اینا تو اسم و فامیلشون از کسی که داره میاد، و یکی از این افراد شخصیتیه که اصلا با شما صادق نیست، با ورودش داره میخنده، ولی عملا کسی که تماماً داره بهتون دروغ میگه، یعنی با ورودش خروجش هم دارم ببینم، یعنی میاد دروغایی که میگه رو میشه، خروجش هم برمیگرده میره. یه شخصی به زندگیتون ورود، آقایی ورود میکنه ولی خروجش هم افتاده، دروغ میگه، رو راست باهاتون نیست، صداقت باهاتون نداره و از زندگیتون هم میره بیرون. یه امتحان داری میدید برای ماشین یا امتحان رانندگی یا آزمون، و حال یه امتحان، یه آزمون، یه ماشین داره ورود میکنه، یا دارین آزمون میدین برای تهیه، بعد از امتحان حالا گواهینامه‌تون رو میخواییم بگیریم برای که ماشین تهیه بکنیم،
یا اینکه اجازه این ماشین زمانی صادر میشه که شما بتونید سوار بشین یا بیا تو خونتون یا تهیه بکنی یا سوار بشین یا زمانی میتونید ماشین رو تهیه بکنی که این امتحان رو داده باشه و نتیجهش هم براتون مثبته. آقا یا خام چهره مشخص نیست، فقط نیمرخ چشم و صورتی که دارم ببینم تشخیص میدم خانم یا آقایون. ان شاءالله هم خانم هم آقایون تو این گواهینامه‌تون می‌خواید بدین، هر کاری که بخواید بکنید براتون موفق بده. اگه چشم انتظار رفته ای هستین که تو اسم فامیلش حرف ای داره، از چشم انتظاری به زودی بیرون بیاید. تو اسم فامیلش حرف ای دارم ببینم، از یک تلفن که تو 6 3 4 0 داره براتون خبر افتاده، انشالله که خوش خبری براتون افتاده باشه. الهی آمین. از خال زرچوبم امیدوارم که جواب نیتاتون رو به روشنی و قشنگی گرفته باشین و با لایک و کامنتاتون من متوجه میشم و برای خیلیاتون هم دارم حالا سحر، جادو، دعا، تلسم از این جور داستانه و سایت دل زندگیتون دارم میبینم که این باعث به هم ریختگی ذهنتون شده یا فکرتون خیلی به هم ریخته یا باعث سردرد، به هم ریختگی، آشفتگی یا همچین حالتایی مغزتون درگیره، ذهنتون درگیره بابت یک سحر یا یک جادو. و اگر تو زندگیتون افرادی هستن که بین شما و کسی تبعیض دارن قائل میشن، نه چه شما رو در میرن، شما در مقابلش یه واکنش نشون خواهید داد یا نشون میدین که از این تبعیض‌ها یا تو کارتون، تو زندگیتون، تو رابطتون، تو اجتماعتون با هر کسی، با هر کسی که دارین ارتباط دارین، تو خانوادهتون تبعیض قائل میشن، مخالفتتون رو به صورتی اعلام میکنین یا ناراحتیتون رو اعلام میکنین. یه پرچم صلح آشتی هم براتون اینجا افتاده یا سازش میکنین، یا صلح و سازش براتون افتاده. حالا با هر کسی که قهری انگشتر خوشگلی که به سمتتون با نگین قشنگ داره میاد، ازدواج، خانمی که با انگشتر یا آقایی که برای خواستگاری به زندگیتون داره ورود میکنه، انشالله به روشنی براتون دارن میبینم. شاید ازدواج الهی هم انشالله همیشه ازدواج و شادی و خبرهای خوش براتون باشه. یه شخصیت روباه صفت کاش که بتونین ببینین، پوزش رو ببینین. یه شخصیت هیله‌گر مکار کنار زندگیتونه، پس طبیعتاً قطعاً کسی که برای شما نقشه داره. چی براتون ابهامه، چی براتون مبهمه، چی براتون گنگه، چی رو نمیدونین، چی رو میخواین بفهمین، به زودی متوجه میشین. دارین سرک میکشین، میخواین سر از یه موضوعی در بیارین، سر در میارین، متوجه میشین یا سر در میارن و متوجه میشن در رابطه با شما. اینم از فال زرچوب. اما بریم برای تکمیلاتی که بهتون قولش را دادم. چه قولی دادم که واقعا یعنی تمام دسته من میشه سر ولی اطاعت. بریم برای شما نیت کنیم دوستان برای تکمیلات زرچوب. خب ببینیم چی براتون افتاده. اول از همه براتون خبر افتاده، دوستانی که منتظری که خبر هستی، حالا متعدد با هر کسی از هر جایی که قرار خبری به گوشتون برسه، این خبر قطعا به گوشتون خواهد رسید. یه شخصی رو دارم میبینم از دل زندگیتون، یا خودیه یا میشناسینش از خودتونه، مار، مثل مار میبینم و منتظر که نیشتون بزنه یا میخواد بهتون نیش آسیب بزنه. حواستون رو تون جمع بکنید. پودی به رقم 5 با 2 تا 0 دارم میبینم یا با تعدادی 0 به دستتون خواهد رسید. یه خبر بد یا به هم ریختگی براتون افتاده، خبر بد، اخبار بد به همتون میرسه و ناگهانی هم هست، یعنی انگار انتظار یه خبر بد رو یا اخبار بدی رو نداریم، مثل بمب دارم ببینم به گوشتون میرسه و به همتون میرسه یا ناگهانی اخباری میشنوی که به همتون خواهد ریخت. بچه، فرزندی که داره از زندگی میری بیرون، از کشورت، از مملکتت، از کشورت یا از شهرت داری میری بیرون. من کشورت رو دارم ببینم، مثل حالت ایران روی صورتت نقش بسته، از ایران خروج میکنه. دوستانی که تو ایران هستین و دارین میرین، سفری در پیش دارین، آقایون، پسرها، آقایی، پسری، پسر جوان، آقایی جوان، پسر جوان یا آقایونی که از ایران خارج خواهید شد، خروجتون به روشنی براتون دارم ببینم. اگر گیرید مهر از این مهر خورده میشه و براتون خروج افتاده، متعید با یک سقف خوشحالی براتون افتاده یا از سقف کاریتونه و متعید با یک سخفی خبری به گوشتون میرسه که باعث خوشحالیتون میشه. آقای سندار میان سال دارم میبینم، محسن داره، حالا یا آقای میان سالی یا آقای سندار یا محرم داره یا برای ازدواج داری وارد میشه، وارد یک زندگی یا رابطه داری میشه. آقایی که میان سال به بالا هستین یا متعهدی یا ببینی رو ده افتاده یا قهر بودی، متعهدی، محرم داری، همسر داری، شاید هم قهدیگار ملاقات ها افتاده، شاید ازدواجه،
ببینید خانمی که سفید پوش رو برات قرار گرفته، پس اگه آقایون خانوم ها شاید خانومی هستی که با یک آقای میانسال به بالا که راه احساسی دلی برات افتاده، خروج خانوم، ورود آقا، ازدواجی که داره براتون سر میگیره، تکلیف یک ترازو راه دادگاهی رو به سودی براتون دارم ببینم مشخص خواهد شد، فلش روشن افتادی به سمت ترازو، یعنی مسیری که تو مسیر قانون افتادی مسیری درستی رو طی کردی، شاید باید مسیر قانونی رو طی کردی یا اصلا تو مسیر قانون باید بری تا جواب دلخواهیت رو بگیری. تا 9 وعده آینده یک موقعیت فوق العاده قشنگ، 9 روز 9 ساعت 9 هفته، 9 هفته خیلی دیره مثلا معنی نداره، تا 9 وعده نزدیک یک موقعیت فوق العاده قشنگ جلو پاتون قرار میگیره، حتما حداکثر استفاده را ازش بکنید. خانم هایی که معتقد به شخصی انگوش بدهن حیرون میمونی، حالا چه کاری براتون داره میکنه، چه حرکتی از شخصی میبینین، شخصی که روبروتون قرار گرفته شما متحیر حیرون از یک اقدام، از یک حرکت، از یک کاری که در مقابلتون کسی انجام میده، شما رو شدیدا متحیرتون خواهد کرد، متعجبتون خواهد کرد، البته که لبخند روی لباتون، حالا میتونه یک مثل سورپرایز، هدیه، کادو، اینجور چیزا میتونه معنی بده. خانم هایی که مهر روی سرتون خورده، خروج از دایره زندگی براتون دارم ببینم، اگه معتقد به قضیه کوزه مال میبینین، پول هایی که داره به کوزه به مالتون اضافه میشه یا پولی داره به دستتون میرسه، باعث خوشحالیتون میشه، یه مراسم شادی براتون دارم ببینم، ولی این مراسم شادی یا این بطری روشن شادی در پیش دارین، حالا این شادی تو صورت یه خانم یا آقایی که چشمات خیلی درشته یا چشمات تو صورت خودشو نشون میده یا عینکی هست، یا حالا بنابرای به هر دلیلی طبی مطالعه عینک میزنی، این مراسم شادی به شما تعلق داره و به زودی این اتفاق شادی براتون رو خواهد داد. مشکلاتی که شما پشت سر میذارین از یک مالی که به دستتون میرسه، یه مشکل بزرگی، مشکل کوچیکتون به زودی حل میشه و دلتون شاد میشه. حالا میتونه مشکل تو دل زندگیتون باشه، میتونه تو رابطتون باشه، تو زندگی برای رسیدن به هم دیگه باشه، یا هر مشکلی دارین که حل میشه و دلتون شاد میشه، خوشحالی دیگه از حل یک مشکل براتون افتاده. ورود افرادی به زندگیتون افتاده، کسایی که به زندگیتون دارن وارد میشن، با ورودشون یا با آمدنشون شما خوشحال میشین، چشماتون برق میزنه. حالا این افراد، یه آقای جلو افتاده، خانم پشت سرش، خانواده میان، خانواده‌ای دارن میان، خانم آقایی دارن میان، با دیدار و ملاقات این آدم ها شما چشماتون برق میزنه، شادی افتاده براتون. حالا مسافرن، خواستگارن، دارن میان به سمتتون، یه مهر جدایی براتون تا 2 وعده آینده خورده خواهد شد و دیگه یه راه روشن رو براتون دارم میبینم. ولی ببینید یه مسیر روشنیه، ولی بعد میفتین تو پیچ و خم، لطفا نبرین یا قطع نکنی یا استوب نکنی، چون مسیری که براتون روشن افتاده یعنی موفقیت براتون داره. اولش انگار یه مسیر روشنی میریم، بعد یه ذره فراز و نشیب داری و پستی بلندی، لطفا تحمل بکنید، چون قطعا به نتیجه دلخواهتون میرسی. حالا در هر راه و مسیری که دارین حرکت میکنین و به نیمه رو به یه سری مسائل و مشکلاتی میخورین. تو وسط دل زندگیتون یه اتفاق خوشحالی براتون افتاده، دلی براتون شاد میشه. حالا اینو هم از میتونم به صورت یه دل ببینم، هم میتونم به صورت یه پای مثبت روشن. یه شخصی براتون یه حرکت مثبت انجام میده، خودتون یه حرکت مثبتی انجام میده، کسی براتون اقدامی میکنه، کاری میکنه، پای تاثیرگذار توی زندگیتون، کسی که قدم میذاره تو زندگیتون تاثیرگذار و مثبت، یا اینکه یه راه دلی احساسی که به سودی شکل میگیره، از محرمیت و احساسی و ازدواج هم میتونه معنی بده. اینم از فال امروز شما، امیدوارم که راضی بوده باشیم و بازم میگم با لایک کامنتتون من متوجه میشم که شما از فالتون رضایت داشته، به آرامش رسیدن هم براتون افتاده. خانم یا آقایی که خیلی غمگینی ولی این بار توی وان افتادی خوابیدی، پس یک آرامش میتونه دغدغه کاری، مالی، احساسی، هر چی که داری آرامش برات افتاده، به یک آرامش میرسی، دغدغه انشالله که تمام خواهد شد. الهی آمین. خشت افتاده پودی، دغدغه مالی داری، خشت پودی، مشکل مالیتون حل میشه و به آرامش میرسی. تا دیداری بعد، خدا نگهدار. فالکده ی آرزو.